ارتش رو داریم. مردم، من و همرزبانم در ارتش تا آخرین نفس در راستای احقاق حقمان در کنار شما ایستاده ایم. مسئله اول و آخر عدالت آزادی میهن است. همیهنان درود، با اولین برنامه هفتگی زاگرس در خدمت شما است. هم اجرا محتوای این برنامه به مرور بیشتر برای شما روشن خواهد بود. در اولین برنامه دو همراه همیشگی داریم، شهرام سبزواری از پرسنل سابق ارتش و ناخدا محمد فارسی از افسران سابق نیروی دریایی ارتش. به هر دو مهمان عزیز سلام عرض می‌کنم. درود بر شما، من خیلی خوشحال هستم محمد فارسی در خدمتتونم. درود بر شما و جناب ناخدا، شهرام سبزواری هستم و همچنین بینندگان عزیز در خدمت. ببخشید بنده سلام و قبلا عرض کرده بودم خدمت شما شهرام، بازم سلام. ارادت داریم خدمت. مرسی. از هر دو نفر شما این برنامه نه مجری داریم نه مهمان داریم، هر کسی از خانه بچه‌های نظامی، نیروهای مسلح، از همه طیف‌ها و جریان‌ها و گروه هاست. در برنامه امروز به طور اولیه مجبوریم که در مورد انتخابات صحبت بکنیم. سیرک انتخابات، افتضاحی که جمهوری اسلامی حتی با عددسازی و رأی‌سازی هم نتوانست کارزار خودش رو، تبلیغات گسترده رو که داشت، جمع کنه. در بعضی از شهرها از جمله در تهران میزان آراء باطله از نمایندگانی که با زور و تعرفه نویسی وارد مجلس شدن بیشتر شده. انتخابات در بعضی از شهرها به دور دوم کشیده شده. به گفته علی خامنه‌ای در سال 80 کشورهای منطقه، اونهایی که 40% فقط از مردم در انتخابات شرکت میکنند، ننگ حاکمانش. حالا اون ننگ نصیب خودش شده. در مورد اینکه بیش از 80% مردم انتخابات رو تحریم کردن و این موفقیت تحریم کارزار انتخابات بود صحبت خواهیم کرد، اما به نظر میرسه در مورد آراء باطله میبایست با ذره‌بین در موردش بیشتر حرف زد. چه کسانی مجبور شدن که در انتخابات شرکت کنند اما تصمیم گرفتن در آخرین لحظات آراء باطله بدن؟ چه پیامی داره؟ آیا امکان این هست که در بین نیروهای مسلح کسانی بودن که فعلی از اونها خواسته شده رأی بدن یا به اجبار، ولی خب تنها راه چارهشون اینجا بود که آرای باطله بدن و خب میبینیم که تعدادشون خیلی زیاده. با ناخدا فارسی شروع میکنیم، نظر شما در این باره چیست؟ خیلی متشکر، به خوبی بیان کردید واقعا که ممکنه که تعدادی از افراد به ویژه ارتش، حالا از هر سه نیرو یا چهار نیرو الان با پدوند هوایی، رو مجبور کرده باشند که بیان به پای صندوق های رأی، در صورتی که به هیچ وجه علاقه به این کار ندارن. خب اگه ما برگردیم نگاه بکنیم واقعا به قبل از انقلاب، ارتش همیشه صحبت از این بود که باید از جریان های سیاسی کنار بایسته. اینها انواع اقسام ترفندها رو میزنن تا اینکه بتونن تعدادی رو که میان رأی میدن رو به رخ بکشن. فقط من قبول دارم که این رأی های باطله حتما تعداد زیادشون رو افسران، درجداران و کارمندان ارتش به ویژه، احتمالا در چیز هم هستن، در سپاه پاسداران هم هستن، برای اینکه سپاه پاسداران تعدادی رو درش هستن که رفتن استخدام شدن مردم به خاطر اینکه احتیاج دارن، باید برن حقوق بگیرن بتونن زندگی بکنن، و اینها ممکنه در 20% از سپاه پاسداران هم با رژیم باشن که جزء اون دوزهای که در بالای سطح سپاه پاسداران قرار گرفتن باشن، بقیه که نیستن، ناراضی هستن به معنی واقعی. و همچنین میتوان آدم اضافه بکنه به اینا بسیجیان که خب میبینن بدبختی مردم ایران رو، اینها با مردم در تماس هستن، خب مجبورن که برن پای صندوقهای رأی تا خودی نشان داده باشند و احتمال خیلی بالا
این رأی های به اصطلاح باطله رو نظامی ها، ارتش، حتی بعضی از سپاهیان، بسیجیان و احتمالاً اون نزدیکان رژیم هم که خودشون هم احتمالاً ناراضی هستن توسط اونها به صندوق های رأی ریخته شده باشه. آقای سبقه‌واری، نظر ناخدا فارسی رو در این رابطه شنفتیم. شما چه فکر میکنید راجع به رأی های ریزشی؟ چقدر میشه مرتبط با رأی نیروهای مسلح دانست؟ مضافه بر این، قبلش اگر توضیح بدید چه شرایطی در پادگان ها شبهای انتخابات حاکمه، با چه محدودیتی افسران و سربازان هستن، تا چه حد اجبار هست، تا چه حد اجازه دارن که رأی ندهم یا این اختیار دارن؟ از این بابت خب در خدمتتون هستم. همونجور که ناخدا فرمودن عرض کنم خدمت شما، خودتون هم مستظر هستید و مردم هم استظهار دارن. فشارهایی که ارگان ها به پرسنل آوردن یک ماه اخیر به واسطه این که بیان در رأی گیری ها شرکت کنن، یعنی بیان شروع کنن به کار کردن، کلاس های آگاهسازی در سطح یگان ها برقرار کردن، وعده وعید دادن، ضمن این که فشار وارد کردن که اگه شما مثلا انتخابات شرکت کنید این میشه اون میشه، امضا گرفتن، تعهدنامه هایی در این کلاس های آگاهسازی از پرسنل گرفتن به واسطه این که حتما باید در انتخابات شرکت کنید. بعد اومدن چیکار کردن؟ دقیقا شب انتخابات برای نیروهای مسلح خصوصا ارتش به بهانه ناآرامی مرز ارمنستان و مرز شرقی کشور افغانستان، ارمنستان و افغانستان آماده باش کلی در سطح نیروهای مسلح زدن، آماده باش در سطح نیروهای ارتش زدن و اینها رو به زور کشیدن پادگان. حتی تا اونجایی که بنده اطلاع دارم نیروهایی که در خیزش همراهی کرده بودن با مردم اونا رو هم فراخوان دادن، گفتن باید در پادگان حضور داشته باشید، یعنی کسایی که حتی با پابند الان بیرون هستن به خاطر همراهی که با مردم داشتن در این خیزه در این روز انتخابات براشون آماده باش داده. و خب این نشأت گرفته میشه وقتی که میرن پای صندوق رأی با این فشار، با این اهرمایی که بالا سرشون ایستاده، رأیایی میدن که رأیایی باید باشه که باطله در میاد دیگه، قطعا رأیای موافق رژیم نیست. ولی یه جوری میشه گفت اعتراض خودشونو به رأی اجباری یا رأی فرمایشی یا رأی حکومتی نشون دادن این عزیزان، راه دیگه ای ندارن، میبرنشون پای صندوق، چه بخوان چه نخوان اون فرمو پر میکنن و اینا باید فقط فرمو بگیرن بندازن تو صندوق. اون موقعی که میخوان توش بنویسن زبدر مینویسن، اسامی مختلف مینویسن، بعضا اسامی های اپوزیسیون رو مینویسن. خود ما بودیم توی یگانه ها دیدیم چه اتفاقاتی میفته و چه فشارهایی میارن. این کل داستانی هست که در ارتش و نیروهای وابسته به ارتش در این یک ماه اخیر بوده که بنده اطلاع دارم. ضمن این که در سال گذشته، حالا مزباب عرض مرزه، زمانی حرکت ها در ارتش شروع شد که ما نامه هایی دیدیم از حفاظت اطلاعات مبنی بر همراهی پرسنل با مردم، خرابکاری های شرافتمندانه، همونجور که خودتون استظهار داشتید، انبارها رو بیمه داشت حفاظت کرد به آتیش بکشن، لوجستیک ناکارآمد شده بود، حتی می ترسیدن پرسنل رو بیارن توی خیابون و آماده باش های بی علت می زدن که فقط پرسنل در پادگان ها بمانه. و حتی امروزی که من دارم با شما صحبت می کنم می ترسن ارتش رو ببرن کمک به سیلزده های سیستان و بلوچستان. هستم در جلوتر خدمت. نمیدونم آیا ویدیویی که مربوط به سیل سیستان و بلوچستان هست آماده هست برای پخش نه؟ راجع به اون سوال بپرسم از شما که ناخدا ظاهرم فرمایشی داره. حتما حتما. من خواستم یه تجربه ای دارم من از خیلی تشکر از فرمایشات جناب سبزواری. واقعا درست میفرمان که اجبار میکنن که بیان برن پای صندوق رأی و خب تحت فشار قرار میدن انواع اقسام. من یادم من وقتی در بندر عباس بودم این سال 1980 رو من صحبت میکنم، میشه در حدود 1358 احتمالا 58-59 من فرمانده مرکز تمرینات هنوز تیمسار افضلی بود اتفاقا،
حیوانی، من همیشه میگم حیوانی بهش واقعا. و من فرمانده مرکز تعمیرات رده میانی نیروی دریایی بودم. ما 400 نفر پرسنل تحت به اصطلاح فرمانده من بود که بتونن تعمیرات لازم برای ناوگان نیروی دریایی رو بدن. ما بنا بود که تعدادی بخشنامه کرده بودن طریق سیاسی ایدولوژی و فلان این حرفا که باید سر ظهر نمیدونم یا ساعت یک یه تعدادی از پرسنل یک سوم، الان قشنگم یادم، میگفتن که برای یک ساعت یک سوم پرسنل اجازه دارن برن توی مسجد، مسجد پادگان چیز بکنن. خب ما تقسیم بندی هم کرده بودیم، گفته بودیم که این یه سوم مال امروز مثلا، این یه سوم مال روز بعد، این یه سوم مال برین. اینا به عوضه که برن مسجد میرفتن خونه. بعد خیر بنده رو گرفتن، صدا کردن، زنگ زدن که خب جناب نخواد، این که نمیشه که این پرسنل شما که میگی بیان مسجد، رفتن خونه. گفتم خب من چیکار بکنم؟ این خاص اونا هست دیگه. میبینید اینا اوایل انقلاب کم بسیاری از این پرسنل میشه گفت لااقل تو قسمت پای زیر افسران، گرچه پرسنل من واقعا اینطورم نبودن، من باید اینو به جرئت بگم، خب راضی نبودن، نمیخواستن این رژیم رو. الان که بدتره، حتی واقعا اون موقع خیلی هم تحت فشار بودن که انقلاب شده، نمیدونم با انواع اقسام میگرفتن میکشتن، میبردن دادگاه انقلاب و شلاق میزدن میکشتن، نمیرفتن. من گفتم خب میخواین من سوم پرسنل که باید بیاد مسجد رو جلوی یکانم به خط میکنم، میدم دست چیز انتظامات، میگم با قدم بزنم بیارن اینا رو براتون تو مسجد، اگر با زور ما نه جناب نخدا، این که نمیشه، باید علاقه من باشن، شما باید اینا رو علاقه من کنی. خب ما چه شکلی بادن خب نمیخوام مردم دیگه. حالا در مورد این رأی‌گیری هم خیلی راحت میشه واقعا حساب کرد که اگر به زورم به خط کرده باشن و برده باشن نشون، اونجا به عوض این که رأی مثبت بندازن رأی چیز انداختن دیگه، باطل، رأی باطل انداختن، رأی باطل انداختن. از آقای شهرتی میخوام اگر عکس آماده است مربوط به رأی دادن این فرماندهان ارتش عبدالرحیم موسوی و اینها، فکر میکنم آماده باشه، یعنی که در پادگان ها سربازا و افسران رو به خط کردن و به صف کشیدن که اینها رو در واقع ازشون رأی بگیرن. شما اگه خواهید باشه حتی در اردوگاه ها هم، اردوگاه های دانشجویی، اردوگاه های سربازی هم صندوق رو می آوردن و سربازا به خط می شدن رأی بدن، یا دانشجوها تشویقی می دادن. دو روز تشویقی داره برای سربازا، البته اینجوری نیست که مثلا فردا بهشون بگن برید، دو روز تشویقی بهشون میدن، تو طول خدمت این دو روز تشویقی رو میتونن استفاده کنن، حالا هر زمانی که برن مرخصی، و اینا رو ملزم میکنن به اینکه شما حتما باید رأی بدید و دوربین های عقیدتی رو هم میبرن عکس میندازن که آیا ما رأی گیری رو کردیم. خود موسوی که الان بچه آخونده بیشتر حسینیه کرده ارتشو تا اینکه بخواد ارتش باشه، ایشون نظامی هست، دانشکده افسری رفته، ارتشی بوده، ولی میخواد ادای سپاهی‌ها رو در ره. تا جایی که با درجه سرلشکری میگه من آرزو داشتم مثلا جانشین بسیج باشم، و این حال روز ارتش که امروز داریم میبینیم واقعا به فنا رفته، لوجستیکو از بین برده، لشکرها رو از بین برده، اصلا این ترفندی که لشکرها رو از بین ببرن تبدیل کنن به تیپ‌های کوچیک‌تر و ارشد نظامی مناطق رو از ارتش بگیرن، این ترس رژیم رو نشون میده از قدرت گرفتن ارتش و سوار بودن پرسنل ارتش روی کار. این بلاها رو دارن سر ارتش میارن، باز حریف نیستند. و همونجور که عرض کردم خدمت شما، واقعا از اینکه ارتش بیاد پیوندی پیدا کنه با مردم یا با اپوزیسیون وحشت دارن، هراس دارن. یکی از بزرگترین کابوس‌های این رژیم اینه که نتونسته هنوز اون برگ سلام صبحگاه یا قسم‌های صبحگاه ارتش رو عوض بکنه. این براش خیلی سنگینه. عبدالرحیم موسوی شاهم 2 سال پیش یا 3 سال پیش که یادمه که در صدا و سیما که از این شبکه حاضر شد، ازش پرسیدن بزرگترین آرزوتو چیست، گفت نابودی اسرائیل. حالا میخواد نماز رو که جای خودش. بعد گفتن کدوم پست خدمت کنی، گفت جانشین بسیج. تو همون مصاحبه
ببخشید ناخدا ما پرحرفی میکنیم، ما شرمنده هستیم، در خدمت. علی خامنه ای گفته بود که اونهایی که 40% رأی دارن حاکمان در کشورشون در انتخابات، ننگ بر اوناست. یعنی اینه، حالا فکر میکنم این 40% که مردم رأی دادن، تازه بخش عمده‌ای از اینها رأی سازی است، ننگ اساسی رو خودش باید ببینه. اما ننگی بزرگتر از این اینجاست که در حالی که مردم سیستان و بلوچستان با اون محرومیت شدید در سیل بودند، تمام این نیروها، قوای مسلح، هر کدوم از اینا که خب به حال امکانات خوبی هم برای کمک به سیل زده دادن، جای دیگری به خط شده بودن. این ویدیو رو ببینید. ویدیوی مربوط به سیستان و بلوچستان سیل. سلام. دیروزی که از بچه های پاوکلات به اسم سلمان درزاده دهر آب و رسونه کشت شد، مسئولین همشون دنبال رای گیری بودن، حتی قایق هم داشتن، ماشین سنگین هم داشتن. گفتم بیا به ما کمک کنی که تا این بچه بیرون بیاریم. تا امروز کسی از مسئولین نیومد، همشون سوکشا دوستان معلی خودمون. الان از دیشب تا صبح دنبال جنازه گشتیم، تا امروز نیم ساعت یک ساعت پیش موفق شدیم جنازه رو پیدا بکنیم. مادرش تا از همون دیروز کنار رودخونه زجه میزد که بچه جنازش هنوز تو آبه. انسان آپ آئے جناور نہیں ہو مردما، اونچتے ہیں بس وہاں کمردانی کمردانی جا لوگ بناتے مشورہ کہیں گے ہوں آ رہے ہیں ہیمہ انسان ہے بندہ بیائے بول رہے ہیں آپ تک چڑھ گئے گلجنے 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 آپ میں چڑھ گئے میں سجے لوگ آپ آئے میں نظر دارو کہ رشتیاری یاری ندارن غریب افتاده است کودک و پیرش شب جای خوابی ندارن خانه اش خراب است مکانی برای کنم इल्लत के हमारा कुमक ने वो मर्दमा कायक प्यारे मैं वसे वारे को राशन प्यारे मां भगवान दे वो गाजो कप्सूल प्यारे मारे हेच नी ये चोक्का बंदगा ये चोक्का लिखे ने वारक नवार था चोक्का जो दूसरी वारक वार था नवार तक दे ناخدا دیدید ویدیوها رو، حرفای مردم رو شنفتید، میگن قایق بود، رأی و صندوق رو باهاش بردن ولی کمک مردم نکردن، حتی برای جنازه نیومدن. دیدیم که پرسنل نیروی انتظامی اونجا نشسته بود روی قایق، صندوق رو میبرد. در نهایت هم خشم مردمی در یک از همین روستاهای سیستان و بلوچستان که صندوق رأی رو از بین بردن. کار کجا گیره؟ فکر میکنید فرمانده کل نیروهای مسلح، فرمانده کل قوا، فرمانده های ارتش یگان ها، اینا کجا بودند؟ والا من در مورد فرمانده کل قوا خودش بگیم، در این یک هفته یا دو هفته که به روز انتخابات بود، هر روز من می دیدم که آقای فرمانده کل قوا جلسه داره، اینو میاره اونجا صحبت میکنه، اونو صحبت میکنه. و صحبتش هم این بود، اون آخریش که من شنیدم این که مردم بیایید رأی بدید تا ما به دنیا نشون بدیم، به دنیا، با این جمله خودشه، ما اگر به دنیا نشون بدیم اون وقتی که برنده شدیم. برای اینکه اصلا امیدی این نداشت واقعا که رأی بده. حالا نگاه بکنیم به مردم، واقعا مردم محترم، من اسمشو میذارم سیستان و بلوچستان، با اون وضعیتی که براشون به وجود اومده، خب معلومه نباید همچین انتظاری
خامنه‌ای داشته باشه که در سیستان و بلوچستان کسی حتی یه نفر آماده باشه که بخواد برای اینا رأی بده. برای چی؟ مردم ایران هم تو فرمایش خود شما بود بیش از 80% یا شاید هم بیشتر صحبت از اینه که لااقل 93% از مردم ایران دیگه پشتیبان این رژیم نیستن. من به شما با دوستان سیستان بلوچستانی که آدم صحبت میکنه که به طور کلی کسی اونجا نیست، مگر یه عده‌ای رو که فرستادن اونجا از نظر حاکمیت مثلا برای سرکوب مردم در اونجا قرار گرفته باشن. بنابراین نظر من این هست که حق دارن که هر چیزی که من در اون ویدیو دیدم و باز تأسفه که این رژیم وضعیت کشور ایران رو به جایی رسونده که یه همچین مکافاتی برای مردم به وجود اومده. از نظر رأی و رأی گیری هم این خود خامنه ای میدونه، فرمانده کل قوا، که اصلا خبری نیست. اون مامورین انتظامیش هم که فرستاده مثل سیستان بلوچستان و جاهای دیگه که شاید بتونن مردم رو به نحوی بیارن به پای صندوق های رأی، میبینیم که صندوق های رأیشون رو هم تیکه پاره میکنن یا از بین میبرن. ولی این رو هم من خدمتتون عرض بکنم، امروز من داشتم یه مصاحبه رو تماشا میکردم، خزعلی به خصوص درش بود و صحبت میکرد از اینکه نمیدونم تعریف که آره خب اشتباه بوده که مثلا عده‌ای رو به عنوان کاندید انتخاب کردن از شورای که تصمیم میگیره که انتخاب بکنه، ولی خب 1500 نفر بودن دیگه. تو این 1500 نفر مردم فرض تو تهران مردم میتونن برن که یه عده‌ای رو که خوبن رو انتخاب بکنن. آخه واقعا آدم شرمش میشه اصلا که این صحبت بکنه. به طور کلی من خلاصه بکنم اینکه واقعا بیش از احتمال داره 10-12% بیشتر در این انتخابات شرکت نکردن، خودشون 41% اعلام کردن و صحبتی که ما پیشبینی که ما کرده بودیم اینه که اینا وزیر کشور گفتش که احتمالا 60% مردم شرکت خواهند کرد قبل از انتخابات، ولی صحبت این بود که اینها به خاطر اینکه یه خورده باور کردنی این رو نشون بدن میارن یه مقدار زیر 50% که همون 41% که خودشون اعلام کردن. ولی و فاجعه است واقعا برای رژیم، ولی خب یه رژیم دیکتاتوری یا فاشیستی مانند خامنه ای که به این چیزا توجهی نداره. خشم مردم در بعضی از استان ها انقدر زیاد شده که دودش در چشم همین نیروهای مسلح میره. حتما میدونید یکی از پرتلفات ترین استان ها در ایران برای نیروهای مسلح به ویژه نیروی انتظامی، نیروهای مرزبانی، استان سیستان و بلوچستان است. درگیری ها، تبعیض ها، شلیک به جان مردم، بالا بردن فعالین سیاسی و قومی به اسم تهدیدات امنیتی و جاسوسین موساد و اینها، به هر حال یه بخشش ضررش میره تو دید روی چشم نیروهای مسلح. شهرام یک سوالی دارم. غالبا وقتی زلزله یا سیلی میاد به هر حال میدونیم نیروهای ارتش در هر منطقه اون ارشد نظامی اینها رو به خط میکنه و کمک میکنن. نیروهای ارتش کم نذاشتن برای مردم دست کم در بدن این سالها، تلفات هم دادن از گسته هم سرما و یرما یا تصادفاتی که به این ماموریت ها میرن و میرن. این بار قضیه چه شد؟ چرا مردم سیستان و بلوچستان تنها موندن؟ خوب گفتی، اتفاقا من میخواستم به همین نکته بپردازم. ببینید ما در زلزله کرمانشاه دق کرده داشتیم، از درد و رنج مردم 3 نفر از پرسنل اوانیروز دق کردن، سکته قلبی کردن، مردن. تصادف نبوده. 3 نفر، یک کروشچیف، یه دونه یه پرسنل فنی، یه قلبان و یکی دیگه از درجه داران از تیپ 35 اونجا سکته کردن و
کشته شدن. تو سیل گذشته هم سال 96 بود یا 97 که گرگان سیل اومد و سراسری شد، ارتش نقش به ویژه‌ای نشون داد، با نفربرهای دوزیسته شروع کرد به کمک رسانی و همه این کارا رو کرد. ولی الان من واقعا متعجبم، خامنه ای که ایرانی نیست، یک اشغالگر و همه منابع ملی رو داره صرف یمن و غزه و اینجور جاها میکنه. موسوی هم که یک بچه آخوندیه که کفش جفت میکنه برای خامنه ای. ولی تو پروتکلای ارتش وقتی این اتفاقا میفته، اون ارشد نظامی منطقه، حتی ارشد یک پادگان یا یک پاسگاه میتونه رأساً تصمیم بگیره و این خدماتو برسونه، همونجور که در زلزله بم دیدیم. قبل از اینکه دستور برسه 05 کرمان تمام نیروهاشو برده بود به امداد، به کمک رسانی. یا در کرمانشاه دیدیم اینو که من تیپ 35 تمام تجهیزاتشو برای امداد و کمک رسانی بدون دستور انجام داده. من موندم الان منطقه سوم دریایی که تجهیزاتی داره که برای کمک رسانی میتونه ازش استفاده کنه، چه هلیکوپترهایی که قادرن توی این هوا پرواز بکنن، مثل سیکینگا، سیکورسکیا که میتونن توی این هوا پرواز بکنن، چرا پای کار نیستن؟ یا قایقا، حتی هاورکرافا که تو منطقه دو مستقرن میتونستن منتقلشون کنن به منطقه سه، ازشون استفاده ببرن و الان وقت این بود. یا نفربرهای دوزیستی که توی لشکر زاهدان وجود داره، یا هلیکوپترهایی که تو لشکر زاهدان وجود داره، اونا کجان؟ اونا خیلی راحت میتونستن به مردم کمک امداد رسانی کنن. بعد خوابازخونهای ارتش تعطیلی ندارن، بیمارستان سیار، خوابازخونه سیار، میشد به این مردم کمک کرد. چرا کمک نمی کنن؟ حتما یه سنبه پشتش هست و حتما اینا رو تو پادگان ها نگه داشتن و فشار بهشون هست، وگرنه اینقدر هم دیگه بیغیرت نیستن به نظر من، دلشون برای مردم میکپه. مگه میشه کسایی که در کرمانشاه سکته کردن، جونشون رو به خاطر درد و رنج مردم از دست دادن، یا تو سیلهای قبلی کمک مردم سیستان و بلوچستان بودن که خود اون منطقه هر وقت ارتش باشه میذاره میگن امنیت اومد، نجات اومد، آذوقه اومد، الان اینجوری رنج ببرن و من اینجا ازوجز بزنم به خاطر اینکه مثلا همکارای سابق من به کمک مردم نرفتن. و واقعا من متعجبم، حالا ناخدا بیشتر میدونم، منطقه سوم به تنهایی میتونست این سیلو جمع کنه و چرا حالا وارد این داستان نشده؟ اونو دیگه باید رفت واکاوی کرد که چه نیرویی، چه فشاری، چه قدرتی ماورای اون فرمانده پادگان یا اون فرمانده دسته اونجا هست که اجازه نداده اون رأساً تصمیم بگیره و پرسنلش رو بفرسته به کمک مردم. فکر کنم ناخدا بهتر بتونه توضیح بده. خیلی ممنون که واقعا من خلاقیم، برای که باعث شرمندگیه، حتی کاملا شما صحیح میفرمایید. من تمام اینها رو یه تازگی هم یه نقدی بر شهرام ایرانی نوشتم در مورد اینکه دائما همراه با خامنه ای و فرمانده ارتش و فرمانده کل ارتش و خودش در مورد ناوگروه 86 خفه کرده تمام رسانه های مختلف ایران رو که این ناوگروه 86 رفت به دور دنیا گشت و این چقدر افتخارآمیزه. من بارها نوشتم مسخرگی رو کم کن، بسه واقعا. یک کشتی تجاری رو که یه چند تا پلتفرم روش بزنن و بتونه که قادر هست که میتونه فرض کن برای چندین ساله برای اون پرسنل کمی هم هست غذا و آب و فلان همچه را ببره، و نافچه دینا که میگن نافشکن، یه نافچه هست. من مشخصاتش نوشتم و مقایسه کردم حتی که این یه نافچه بیشتر نیست به معنی واقعی. خب با اون ناو بندر مکران که راه انداخته که ببرتش، این ناوچه میتونه بچسبه بهش، اصلا اون ببرتش، احتیاج نداره که رانش خودشم به کار بندازه، برای اینکه یه ذره بیشتر نیست. یا اینکه میتونه با جرثقیل برداره بذارتش بالای اون کشتیه با خودش ببره. مثلا صاف نوشتم اصلا براش، شرم کن به عوض اینکه بری بشینی زانو بزنی جلوی فرمانده کل قوا، مردانه بیست و
به عنوان یک افسر نیروی دریایی کار کن، که نکرده، به معنی واقعی نکرده. من نمیدونم، من تا به حال ببین، حتی خانزادی قبل از این، حتی با وقتی که فرستادن اینا رو برن در یک رزمایشی در دریای سیاه با نیروی دریایی روسیه انجام بدن، خانزادی وقت برگشت آبروریزی بوده، استفاده رفت. این رفته اصلا زانوی زنه دائما جلو خامنه ای. واقعا من نمیدونم، من فکر میکنم که این وحشت این هست که جلوی نیروهای نظامی رو گرفتن، ارتش رو گرفتن که کمک نکنن به مردم واقعا سلزده و گرفتار سیستان و بلوچستان، اگرچه این یکی از وظایف ارتش است که در هنگام سوانه مثل زلزله، مثل بیماری ها، مثل همین سیل و غیره، بره به کمک مردم، بره کمک بکنه. و با کمکی که انجام دادن تا به حال این رو هم ثابت کردن، چه در زمان واقعا کرونا، چه همطور که شما جناب تفریباری فرمودن در مورد سیلی که در جای مختلف تا در کرمانشاه، نمیدونم یادتون هست که وقت سیل اتفاق افتاد، یادم نیست سالشو، که قاسم سلیمانی یه جنایتکار رو آورد و عوض این که به مردم تجاوز کردن حتی به بعضی از مردم، که بعدش دیگه دریادار سیاری و با یک تیمی به عنوان همین چه میگم با همین عنوانی که داره رفت اونجا، اینا رو بیرون کردن و تا تونستن به مردم فلک زده اونجا رسیدگی بکنن، که کردن و خیلی هم مفید واقع شد. نمیدونم این بار چه شده واقعا. من یعنی برداشت بنده از صحبت‌های شما دو نفر این است که دلایل امنیتی ممکنه پشت این ماجرا بوده. ببین، محبوبیت ارتش الان وحشت خیلی زیادی دارن نسبت به این محبوبیت ارتش. اگه یادت باشه تو کرمانشاه بعد از اینکه ارتش شروع کرد خارج شدن از کرمانشاه، دقیقا روزی که داشت خارج میشد شبکه 6 اومد مستند کودتای نوژه رو شروع کرد پخش کردن. یعنی اینا تا این حد از محبوبیت ارتش بین مردم میترسن. همونجور که جناب ناخدا فرمودن، در خوزستان که سیل اومد، قاسم سلیمانی اومد مثلا حشد و شعبی رو وارد کرد، گفت بیاین کمک کنین. تکاوران دریایی خودجوش درگیری اونجا شروع شد، درگیری هم به سیل‌زده ها کمک میکردن، هم درگیر شدن با نیروهای حشد شعبی که وارد شده بودن. نتونست قاسم سلیمانی کار کنه، تکاوران دریایی ازش هفت‌شناوی نداشتن و درگیری بالا گرفت تا جایی که سیاری رأساً رفت اونجا، اصلا رفت با تکاوران، چون ناخدا بهتر از بنده میدونن سیاری یه نمادیه بین تکاوران دریایی، چون جزء اون گردان 750 نفری ناخدا صمدی هم بوده، یه محبوبیت خاصی بین تکاوران دریایی، که اون رفت قائله رو خوابوند به شرط اینکه حشد و شعبی ترک کنه کشور رو، و کشور رو ترک کردن. یعنی تکاوران دریایی اونجا خودشون خودجوش عمل کردن، که جعفری هم اگه یادت باشه فرمانده کل سپاه مجبور به استعفا شد به خاطر این ناهماهنگی ها و اینکه نیروهای خارجی رو وارد کرده بودن. اونم اعتراض کرده بود به قاسم سلیمانی و مجبور شد توی استعفا بده و بره کنار. این اتفاقاتی هست که در این سالیان اخیر گذشته، مردم ما اون آگاهی لازم بهشون نرسیده که اگر این محبوبیت بین مردم بره بالا، نیروهای نظامی ارتشی بین مردم بره بالا، اون پیونده برقرار بشه، مثل جریان سقز پیش بیاد، اگه خاطرت باشه رفتن به خونه های سازمانی پناه بردن مردم و از در دیگه خونه های سازمانی خارجشون کردن، حتی نیروهای سرکوب وارد شدن و با بچه های ارتش توی سقز درگیر شدن، اگر اون اتفاق دوباره تکرار بشه قطعا
پیروزی به این اشغالگران خیلی نزدیکتر میشه. یعنی هم ارتش دلگرم این میشه که اون اتفاقات سال 57 براش نمیفته، هم مردم دلگرم به این میشن که یک نیروی مسلحی که توان مبارزه با سرکوبگر رو داره پشتشون ایستاده. اشاره شهرام سبزواری به واقعی در مراسم چهلوم زنده یاد مهسا امینی که مردم برای اون مراسم رفته بودن، ولی خب نیروهای بسیج و سپاه به سمتشون تیراندازی کردن و اینها مجبور شدن از اون بیابون وارد مناطق مسکونی پادگان سرقز بشن. و شهرام میدونیم که دنبال میکردی، دو سه نفر از اون فرمانده پادگان دژبانی و چند نفر دیگه هم میشین که کارشون به جای باری کشید بعد از اون زندان هستن و با پابند بیرون. من بقیقا یه نکته رو اینجا اضافه بکنم. ببینید ارتش ایران هر سه نیروش و الان هم که پدافند هم بهش اضافه شده، ببینید ساختار خودش رو علارغم همه این به اصطلاح کوششی که خامنه ای کرده که این ارتش رو هم مثل سپاه بکنه، نتونستن این کار بکنن. ارتش ایران خوشبختانه و باعث افتخار خود من هست واقعا به معنی واقعی، ساختار نظامی خودش حفظ کرده علارغم سیاسی ایدئولوژی هایی که در جاهای مختلف در تمام پادگان ها قرار داده، نتونسته واقعا اون ساختار و اون انضباطی رو که در ارتش برابر اساسنامه هایی که داره و برای نوشته هایی که داره از نظر انضباطی رو دست بزنن. درسته که موسوی بخش دوم برنامه حتما به این خواهیم پرداخت. اگر به من اجازه بدید در این فصل یک ویدیو اول از خامنه‌ای ببینیم، برگردم دو ست خبر بگم و وارد بخش دوم بشیم که حتما این مسئله رو مطرح میکنم. زمینا یادتون نره من بیشتر از 10 دقیقه باید به ساعت من باید از خدمتون مرخص بشم. بفهمید ننگ است برای یک ملتی مثل بعضی از این ملت‌هایی که می‌بینید شما با همه باد و بروتی که دارن در انتخابات ریاست جمهوریشون 35% 40% حائزین شرایط شرکت میکنن. ننگه برای اونا. پیداست مردم به نظام سیاسیشون نه اعتماد دارن، نه اعتنا دارن، نه امید دارن. مصاحبه کرده بودن با بعضی از شهروندان آمریکایی قبل از همین انتخابات اخیرشون. به کی رأی میدید؟ گفتن من چه فایده، چه فرقی میکنه؟ هیچ. همینجوری هم شد. عملا 30% مثلا فرض کنید که شرکت کرد. ننگ. روزنامه وال استریت جورنال امروز خبر دادش که جمهوری اسلامی داره به دولت نظامی سودان فشار میاره برای اینکه اجازه استقرار یک پایگاه دائمی رو اونجا بدن. فعلا ادعا شده موافقت نکردن، بهشون پیشنهاد دادن که محموله ای از تسلیحات و پهپاد رو به شما میدیم، این اجازه رو به ما بدید. حالا گویا با آمریکا هنوز سودان ازش حرف شنوی داره و نتونسته اذن اونها رو بگیره. یک بوینگ 747 تصویرش هم هستش آقای شهرتی، این رو از یک کشور به نام ونزوئلا یا بلاروس گرفتن، آوردن در فرودگاه خمینی، در حال تعمیراتش هستن، با قاچاق قطعاتش رو فراهم کردن شرکت سپهر طلایی پارس، وابسته به دلال‌های سپاه قطعاتش تامین کرده. میدونیم که دیگه تولید هم نمیشه این هواپیما، ولی خب میخوام تعمیراتش رو تکمیل بکنن برای واردات گوشت و مرغ یخزده و اینها ازش استفاده بکنن. خبر بعدی اینجاست که این سرهنگ زارعی که اخیراً در بانیاس سوریه توسط پهپادهای اسرائیلی کشته شده، جسدش رو برگردوندن. او در یک خانه ویلایی بوده، بانیاس میدونید مثل آلانیا میمونه برای ترکیه، و او رو برگردوندند و بی سر و صدا گویا دو سه نفر دیگه هم کشته شدن. غالبا سپاه پاسداران راجع به کشته های سپاه قدس تا بتونه سکوت میکنه مگر او رو بیارن. تصاویرش هم هستش که اونجا برای خوشنشینی میکرده و از سپاه هرمزگان هم اونجا اعزام شده، نیروی دریایی سپاه بوده. و سوال پایانی ناخدا فارسی، در صحبت های شما و همینطور شهرام سبزواری به نظر میرسه که یک امیدی همچنان به بدنه ارتش هست به خاطر موازین، قوانین، آموزه هایی که همچنان گفتید بر اساس یک سری اساسنامه هاست که بخشی از اون میهن دوستی است.
احتمالا بخشی از نیروی انتظامی هم همین گونه باشه، برخلاف سپاه و بسیج که نیروهای ایدئولوژیکن. چه اطمینانی میشه به مردم داد که روی کمک ارتشی ها حساب کنن و کی؟ آیا این توقع که شعار داده میشد ارتش تو یار ما باش، در این بزنگاه ارتش میتونه در کنار مردم باشد یا شرایط خاصی میخواد؟ بله، من خیلی سوال بسیار جالبیه، برای اینکه خیلی صحبت میشه همطور شعارهایی که داده میشه به که ارتش چه موقع میایی به کمک ما. همطور که خدمتون عرض کردم، ساختار ارتش دست نخورده باقی مونده. ارتش با آموزش هایی که در مواقع حتی صلح داره، همیشه آموزش داره، رزمایش داره، همیشه خودش رو آماده نگه میداره برای روز مبادا. صحبت هم کردیم که در مواقع معضلات به اصطلاح طبیعی به کمک مردم میره. این ساختار ارتش تغییر نکرده. این فرماندهان ارتش هست که آقای خامنه‌ای سعی کرده از اون کسانی که به اصطلاح مرید ایشون هستن، یا بعد از این که میخوام بگیم مقلد، این مرید بهتر میشه، که خودشونو حاضرن جانشونو در راه امام بدن، اینا رو میذاره بالا سر ارتش. ولی هرگز نتونسته به معنی واقعی که اینها حتی از طریق سیاسی ایدئولوژی که برقرار کرده در داخل ارتش ایران نفوذ کنه. ارتش باقی مونده. ارتش نه در قسمت های به اصطلاح مالی شرکت کرده مثل سپاه پاسداران و این مافیای اقتصادی که راه انداختن، بیرون مونده. حتی اون وقتی که فرماندهان ارتش رو میذارن بالا سر ارتش، اینا خودشون به علت این که اون به ساختار ارتش به طور کلی با انضباطش برای کشور هست، در اون حتی اینا خودشون تا حدودی هم حذف میشن به معنی واقعی. ببین، ارتش به همون شکل که حافظ مملکت ایران هست، مردم ایران هست، باقی مونده و برای همین وحشت دارن ازش. شما به درستی میگی، ولی چه موقع ارتش میتونه به کمک مردم ایران بیاد؟ همینطور که خدمتتون عرض کردم، ارتش انضباط داره، ارتش ایرانه. متاسفیم ما که یه حکومتی با این شکل در بالایش قرار گرفته. ارتش وظیفه خودش میدونه ببخشید که از تمامیت ارضی کشور ایران حفاظت بکنه. این چیزیه که در نهادش هست و حاکمیت حتی در قانون اساسی. وقتی ارتش به شما عزیزان مردم ایران کمک خواهد کرد، وارد صحنه خواهد شد که دیگه مردم از طریق مقاومت مدنی این حاکمیت رو به جای رسونده باشن که دیگه امیدی نیست، اون موقع ممکنه که مردم در کف خیابون بخوان مورد تعرض یه عده جنایتکار قرار بگیرن، اون موقع ارتش میاد و کمک خواهد کرد. شهرام سبزواری، نظر شما چیه در این رابطه؟ ارتش کی میشه روش حساب کرد؟ خب خیلی نکات جالبی مطرح شد. من خدمت شما عرض کنم که با توجه به سالیان گذشته که ما کشتم داشتیم، حتی در فردیس کرج در سال 96 یک سروان تکاور اونجا از لشکر 21 کشته شد، و امروز که بنده دارم با شما صحبت میکنم، به خاطر انقلاب زن زندگی آزادی 3000 نیروی پرسنل نیروهای مسلح جزو اون 100,000 نفر زندانی هستن که به خاطر این انقلاب زندانی شد. این 3000 نفر در بزرگی نیروهای مسلح در نظر بگیریم، رقم خیلی زیادیه. سرپیچی عدست دور با توجه به اینکه نامه‌هاش هست، اسنادش هست، به دفعات نیروهای سرکوبگر به خونه‌های سازمانی یورش بردن به خاطر شعارهایی که از خونه‌های سازمانی میدادن علیه حکومت جمهوری اسلامی ضد ایرانی شعار میدادن، حتی به قصر فیروزه فکر کنم در 5 نوبت نیروهای سرکوبگر حمله کردن، به
به لویزان همینطور، به جاهای دیگه، به چیتگر که اصلا دنیایی داشت، چون چیتگر ساختارش اصلا پرسنل ارتش هستن. و این اتفاقاتی که پیش رو بذاریم میبینیم همونجور که ناخدا فرمودن بدنه ارتش جزی از مردم، بدنه نیروها، اون قسمت حقوق بگیری که وارد راند و بخور بخور سیستماتیک حکومت نشده جزی از مردم. اینو باید در نظر داشته باشیم. اگه قراره یک نیروی مسلحی مثل ارتش بیاد پشت مردم قرار بگیره، اون بار وقتی خارج شد از پادگانش یا از خونش خارج شد، دفعه آخریه که میاد بیرون. یعنی باید بیاد کارو تموم کنه، یک سره بشه و حکومتو به دست بگیرن، مردم پیروز بشن، بعد با پیروزی برگرده به خونش. اگه قرار باشه بین را این قیام رو بذاره زمین، قطعاً پشت سرش میشه یه چیزی مثل اون رهبر گروه واگنرا یا فرمانده گروه واگنرا. عرضم اینه که باید به اون 70% پیروزی مردم بر حکومت برسه تا پرسنل نیروی نظامی بتونن آشکارا از مردم حمایت کنن. حالا اگه یه دسته تکاوری میرن بچه ها رو تو دانشگاه پارکینگ دانشگاه صنعتی شریف در میارن، اونا مقطعیه و ناآشکاراست، پنهانیه. ولی اگه قرار باشه که بیان آشکارا از مردم دفاع کنن، زمانی باید باشه که 70% راه رو ما رو رفته باشیم و دیگه نخوان برگرد بدون پیروزی برگردن به خونه، بیان پای کار و کارو تموم کنن، سپاه رو خل سلاح کنن و به پیروزی رو رقم بزنن. عرض دیگه ندارم. پیوستن بیموقع ارتش و جریان خیزش های ضد حکومتی خطرناک هست. یعنی جای خود ارتشی ها خطرناک. ببینید حکومت های دیکتاتوری مثلا ترکیه سوریه. که الان مثال بزنیم سوریه، ترکیه، میان کودتاهای کنترل شده خودشون طراحی میکنن برای اون قسمتی از ارتش یا اون نیروی نظامی که مخالف رأس اون حکومته. یعنی کودتا رو خود حکومت ترتیب میده، اون قسمت مخالف یا هسته هایی که شکل گرفته رو شناسایی کنه و دستگیر کنه تا بتونه اونا رو از اون هسته نیروهای مسلح بذاره کنار و امنیت خودش رو تثبیت کنه. همین کارو اردوغان با نیروهای مسلحش کرد برای اینکه بتونه قانون اساسیش رو دستکاری کنه. اینو باید در نظر داشته باشیم. بعد از پیروزی شورش، اون اتفاقاتی که سال 57 افتاد، همین کارو با نیروهای مسلح کردن در کودتای نوژه یا قیام نقاب. یعنی اون بخشی که از ارتش میتونست کودتا بکنه در کل ارتش، ببینید قیام نقاب طراحی شده بود برای کل ارتش، نه فقط نیروی هوایی، نیروی دریایی بود، لشکر 92 بود که لشکر 92 به تنهایی برای کل خاورمیانه کافی بود، با تجهیزاتی که داشت، با امکاناتی داشت، با سوادی که پرسنلش داشتن کافی بود. ولی در لشکر 99 یک روز 190 نفر رو کشتن. 92 اهواز. به نظرم این یک کودتای کنترل شده بود. این الان تمومش بود، یک کودتای کنترل شده بود. اینا رو باید در نظر بگیریم بعد از ارتش یا نیروی مسلحی دیگه توقع داشته باشیم مردم حمایت کنن. خیلی ممنون، خوشحال شدم در خدمت. به نظرم بیننده و شنونده های این برنامه متوجه تم و محتوای اون شده باشن. برنامه زاگرس به صورت هفتگی با پشتیبانی شما ما تقویت میشیم. نظراتتون رو با هشتگ زاگرس در توییتر یا اینستاگرام اگر داشته باشید حتما ما و سایر رفقای ما مرور خواهند کرد. تشکر میکنم از ناخدا فارسی با وقت زیادی که ندارم غالبا پیش ما بودن. از شهرام تشکر میکنم، غالبا کمترین صحبت ها رو مختصر و مفید بودن، امروز خیلی کمک ما کرد. آقای شهرتی ممنون از اینکه برنامه رو اداره کرد. خیلی متشکرم، من خیلی خوشحال بودم در خدمتتون. مردم، من و همرزبانم در ارتش تا آخرین نفس در راستای احقاق حقمان در کنار شما ایستاده ایم. مسئله اول و آخر عدالت آزادی میهن است.